خب دوستان ادامه میدیم. سوال 585 رو میگه این ساین به چه معنیه؟ همون سوال قبلی رو دوباره داره تکرار میکنه. قسمت A درسته. قسمت A درسته. End of dual carriageway. یه پایان dual carriageway رو داره نشون میده. سوال 586 باز میگه این ساین به چه معنیه؟ مثل یه حالت پرچمی داره که میخواد حرکت باد رو نشون بده. قسمت A درسته، ساید وایند یعنی بادهای کناری، بادهایی که از چپ و راست میزنه. سوال 587 باز میگه که این ساین که در طرد مقاسه ترافیکه به چه معنیه؟ یه علامت خطر داخل یک مثلث هشداره. این مثلث خوب به ما هشدار میده. قسمت D درسته، C درسته، ببخشید، danger ahead یعنی خطر پیش روی شماست. سوال 588 about یعنی در صدد، overtake یعنی سبقت، بقیهش هم که میدونید. میگه منظور سوال این رو میگه، میگه شما در صدد سبقت هستید، چه باید شما انجام بدید وقتی که برخورد میکنید به این علامت در جاده؟ این علامت رو که میبینید hidden deep یعنی چی میگن شیب، deep یعنی شیب، hidden یعنی پنهان بودن، شیب پنهان رو منظورش اینه. خب میگه هر موقع شما این علامت رو میبینید چجوری باید برخورد بکنید. قسمت دی درسته، هولد بک خودتون عقب نگه دارید، آنتیل تا، کن یعنی توانستن، سی یعنی دیدن، کلیری اهد یعنی پیش روی شما خالی بشه. میگه خودتون عقب نگه دارید تا دیدتون کامل بشه. منظور شیپایی روی هست که در داخل جاده هست، مثل حالت استپ ماننده و ما پیش رومون رو خبر نداریم. تا موقعی که به اوج اون شیبه نمیرسیم متوجه نمیشیم که اونور جاده چه خبره و یه مقداری چشم دیدمون کور میشه نسبت به این قضیه. منظورشون اینجا این مورده. خب سال 589 میگه این ساین به چه معنیه؟ یه حالت گیت داره. ما این گیت رو در هر جا که دیدیم مال مربوط به لول کراسینگ میشه، یعنی دروازه قطار میشه. پس قسمت A درسته، level crossing with gate or barrier یعنی level crossing دروازه قطار با حفاظ و مانع هست. اینها این علامتشه و داره هشدار به شما میده. مثلث رو همه دارن به شما هشدار میدن. سوال 590 میگه این ساین به چه معنیه؟ بازم ترم برقیه، داره بهتون هشدار میده. میگه هشدار میدم برای اینکه مسیر ترم های برقی پیش روی شماست. قسمت سی درسته، ترامز کراسینگ اهد، میگه که مسیر عبور ماشین های برقی پیش روی شماست. خب بریم سوال بعدی. خب سوال 591 میگه این ساین به چه معنیه؟ خب این شیب رو در داونهیل داره به ما نشون میده و درصد شیب رو میخواد به ما بگه. قسمت قسمت B درسته، استپ هیل داونوارد یعنی اینکه اون شیبی که در استپ هیلی که ما هستیم به سمت پایینه شیبش 10 درجه است. خب 10 درصده، ببخشید. 592 میگه این ساین به چه معنیه؟ خب فورد ما گفتیم باید ترمزامونو به خاطر خیسی امتحان کنیم. خب ما اینجا که ترمز رو نداریم برای امتحان کردن، پس قسمت دی درسته، واتر یعنی آب، اکروس یعنی میان، در میان، رود یعنی جاده، میگه آب در میان جاده است، پس باید موتور ترمزاتونو امتحان کنیم. 593 میگه این ساین به چه معنیه؟ خب میگه که راهی نیست از سمت چپ. خب میگردیم پیدا میکنیم، no through road after left، قسمت B درسته، میگه راهی نیست در جاده در سمت چپ. سوال 594 که کلن میخواد بگه جاده مسدوده یا جاده بنبسته، خیابون بنبسته، no through road یعنی که راهی نیست در این جاده. خب بریم سوال 595 میگه که این ساین به چه معنیه؟ رینگ رود، این آر درسته، این که علامت آره، قسمت سی درسته و رینگ رود به اون میدون هایی میگن که در اتوبان ها شکل گرفته
به صورت جاده‌ای و زیرگذر و روگذر داره. خب سال 596 میگه این ساین به چه معنیه؟ خب میخواد به شما بگه که لاین سمت راستتون بسته است و دو خط سمت راستتون بازه. تو جوابا میگردیم و پیداش میکنیم قسمت دی درسته. The right hand lane is closed. میگه که سمت راست شما، مسیر سمت راست شما بسته است. قسمت دی درسته. خب سال 597 این ساین میگه به چه معنیه؟ خب این کانترفلو سیستمه. دو خط تبدیل به یک خط گاهن میشه، سه خط تبدیل به دو خط میشه، چهار خط تبدیل به سه خط و دو خط میشه و این بهش میگن کانترفلو سیستم. قسمت سی درسته. این علامت رو هر جا دیدین نشانه کانترفلو سیستمه. خب این 598 هم بارها در گروه تلگرام ما توضیح دادیم و دوباره الان توضیح میدیم. این مسیر واسه یه مسیر ماشین هایی که کند حرکت میکنه، ماشین هایی که سنگینن و سرعتشون بالا پایینه و ممکنه ماشین هایی که میخوان با سرعت بیشتری حرکت کنن پشتشون به صورت قطاری ترافیک ایجاد بشه، یه مسیری برای این ماشین ها درست میکنن. معمولا تو سربالایی ها این مسیر رو برای ماشین ها درست میکنن که ماشین های سنگین کشش ندارن و ماشین های سنگین و اسلو مووینگ رو توی این مسیر هدایت میکنن. قسمت B درسته. لین یعنی مسیر، هیوی یعنی سنگین، اسلو ویکل یعنی ماشین هایی که کند حرکت میکنن. مسیر برای ماشین های سنگینی، سنگین و کند حرکت کنه. زنده باشی تا کلیپ بعدی. خدا نید.